میزبانی جام ملت‌های 2019 آسیا بالاخره به امارات رسید، یا بهتر بگیم رسیده بود، اما کمی بازی با کلمات و بهانه‌جویی اعلام میزبانی رو به تعویق انداخته بود. گروه 5 نفره در ایام فروردین میان ایران و بازدید میکنن از باز استادیوم، گزارش دیگه تهیه میکنن. این مشخصه که هنوز اونا تصمیم نگرفتن و بین شک دارن بین ایران و امارات. این سفرم که من انشالله دارم با آقای شیخ سلمان به عنوان رئیس FC، برای همینه که ما بتونیم دوباره بحث میزبانی رو من باشون صحبت بکنم. آقای بلاتر رئیس فیفا توی مصاحبه اخیرش گفته بود حضور بانوان توی ورزشگاه ها یکی از شروط اصلی میزبانیه. یک چارچوب های تدوین شده در فکر میکنم در اون کمیته های یکی از کمیته های شورای امنیت مطرح شده و مجدداً بازنگری شده، قرار هست که تقدیم شود مرکز تصمیم گیر. ما ورزشگاه همون آمادگی ورود بانوان به ورزشگاه ها را نداره، یعنی از نظر ساختاری، و باید یه فضایی فراهم بکنیم که بتونیم از این فضا اگر هم بانوان میان یه جو مناسب و یه محیط مناسب و یه محل کاملا تفکیک شده و مناسب داشته باشیم، چه در حال حاضر باش ندارم. اما انگار بلاتر به خاطر کهولت سن فراموش کرده بود که بغل گوش خودشون توی کشورهایی که ادعاشون میشه مهد تمدنن، انواع و اقسام شعارهای جنسیتی علیه زنانی که در فوتبال شاغل هستن یا به ورزشگاه ها میان داده میشه، اونم نه به دلیل اعتراض به داوری بلکه به دلیل زن بودنشون. یکی از زنان فدراسیون فوتبال انگلیس معتقده از فوتبال و فضاهای فوتبالی در قبال احترام به زنان هیچ توقعی نباید داشت. ناتالی پیرکس رئیس کمیته رسانه‌ای المپیک و مسابقات کشورهای مشترک المنافع فقط یک جواب داره: هیچ زنی حاضر نمیشه در فضایی کار کنه که تماشاگران زیادی فحاشی میکنن. عجیب نیست از فردی که میزبانی جام جهانی رو از یک فصل به فصل دیگه به راحتی دینار و درهم جابجا کرد و این بار در مقابل میزبانی امارات سرخم کرده تا دست رشوه دهنده و رشوه گیرنده به زعم بازرس‌های پرونده رشوه در فیفا همیشه باز باشه، چه بانوان باشن چه نباشن.